حجوم میلیون ها اشاره خرک و یا خرخاکی در ولایت سمنگان، حجومی که مردم این ولایت را از خانه هایشان بیرون آورده و توان مهار آن را از دست دادند. چرا میلیون ها خرک در این ولسوالی و ولایت حجوم آوردند؟ آیا ربط به نظافت و پاکی دارد؟ خبرهای جدید از ولایت سمنگان. سلام دوستای عزیز، خدا کند که خوب و جور و صحتمند باشید. ما در این موارد خواهیم پرداخت. پس تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده، لایک و سابسکرایب را نیز فراموش نکنید. تعدادی از باشندگان ولایت سمنگان ولسوالی از رسلتان مدعی شده است که میلیون ها خرک و یا خرخاکی در این ولایت و روستا حمله کرده و مردم این ولسوالی را به چالش جدی مواجه کرده است. این باشندگان گفته است که خانه‌هایشان ناگهان از سرازیر دیوال‌ها خرک‌ها بیرون می‌شود و آنها در پاکسازی و مبارزه با آن عاجز ماندند. این باشندگان افزوده است که یک هفته می‌شود چون این رویداد رخ داده و بیشترین روستا را خانه‌هایشان را خرک زده. تعداد خرک‌ها را به میلیون‌ها خرک عنوان کردند. تعدادی از مردم این را به نظافت و پاکی ربط میدن که هیچ ربطی به نظافت و پاکی ندارد. این خرک ها از دشت ها و کوه ها بالای مردم زمان هجوم می آورند که آسمان این روستا تاریک می شود و به زودی به چشم دیده نمی شود و زمانی که آفتاب بیرون می شود همه آنها به کوه ها و دشت ها پنهان می شود. در صفحه رسمی روزنامه اطلاعات روز آمده است که ساکنان ولسوالی از رسلتان ولایت سمنگان میگوید که در بخشهایی از این ولسوالی حشره موسوم به خرک یا خرخاکی هجوم آورده و آنان را با دردسر مواجه کردند. به گفته آنان این حشرات در روستاهای آسیاباد و گودیها زندگی مردم را دشوار کردند. یکی از باشندگان ولسوالی از رسلتان امروز یک شنبه 13 سنبله با روزنامه اطلاعات روز گفت که حشرات خرک با تاریک شدن هوا بر خانه آنها هجوم می آورند و بیش از طلوع آفتاب دوباره به کوه می روند. همچنان در صفحه اوسوکا آمده است که منابع مردمی در ولایت سمنگان می گوید که حشرات به نام خرک در روستای کرمی ولسوالی از رسلتان هجوم آوردند و زندگی باشندگان این روستا را با چالش مواجه ساخته است. به گفته منابع این حشره به حد زیاد است که باشندگان این روستا توانایی مقابله با آن را از دست دادند.